سلام، درود بر همگی دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. یک آپدیت تحلیل بسیار مهم از لونای کلاسیک در خدمت شما هستیم و از لحاظ نمودار میخوایم با همدیگه لونای کلاسیک رو بررسی کنیم. نموداری اگر یادتون باشه تحلیل ما به درستی پیش رفته و چند روز پیش گفته بودیم که لونای کلاسیک از کجا دوباره میتونه برگرده به سمت بالا و اون دوستانی که تریدر بودن و میتونستن ترید انجام بدن یک پوزیشن بسیار خوبی رو میتونستن از این موقعیت به دست بیارن. کلا بچه‌ها تکنیکالی که نمود دار لونای کلاسیک رو میریم بررسی میکنیم، اونایی که میتونن ترید انجام بدن یا حتی اونایی که هولدر هستن به صورت کامل نکته های بسیار مهمی رو لابلای ویدیو میتونن به دست بیارن. پس حتما ویدیوها رو تا انتها کامل نگاه کنید که کامل برای شما توضیح خواهم داد. یه نکته ای که وجود داره، دوستان زیادی از من توی کامنت ها درخواست کرده بودن، خیلی توی اینستاگرام به هم پیام دادن و گفتن که یه دونه کانال VIP رو بیای برای ما باز کن، یه دونه کانال VIP بساز که حالا سیگنال های مختلف رو اونجا بده. که من خیلی تمایلی به این کار ندارم، ولی اگر اکثریت دوستان نظرشون بر این باشه، حالا خیلیا به فکرم انداختن که یک کانال VIP داشته باشیم و اونجا سیگنال ها رو برای شما منتشر کنیم، اگر نظر اکثریت مثبت باشه و این کار رو انجام بریم، حتما زیر این ویدیو کامنت کنید، چون که یه چند نفر این درخواست رو کرده بودن، فکر کنم 10-20 نفری بودش، و اگر حالا اکثریت نظرشون مثبت باشه که یک کانال VIP داشته باشیم، حتما این کار رو انجام میدیم و دوباره بررسی میکنم و نکات رو حالا میسنجم، یه دونه کانال VIP برای شما منتشر میکنم که در آینده برای شما کاملتر توضیح میدم. پس نظرتون رو برای این موضوع حتما زیر ویدیو کامنت کنی که برای من بسیار مهمه. و اگر میخواین از این موضوع هم اطلاع پیدا کنی که کانال VIP چی شد، چه زمانی ساخته میشه، توی کانال تلگرام حتما جوین بشید. دوستان کانال تلگرام خیلی مهمه، خبرهای مهم رو منتشر کردیم، مثلا یه خبری که برای صرافی بایبیت هستش، اونجا برای شما گفتم که چه کاری رو روی صرافی بایبیت انجام بدید، اونایی که توی صرافی بایبیت رمزرد دارن و دارن ترید انجام میدن. خب بریم با هم دیگه ویدیو رو یه نگاهی داشته باشیم. اینجا رو اگر نگاه کنیم، یه توییتی رو که داشتم بررسی می‌کردم، یه پروپوزالی عددش کدش 10983 هستش که با موفقیت انجام شده، رأی‌گیری انجام دادن و اومده به مرحله بعدی و داره انجام میشه. نکته ای که هستش، این پروپوزال بسیار برای من جالب بودش و اینجا نوشته شده، یعنی تو بخشی از این پروپوزال نوشته شده که 50% از توتال ساپلای لونای کلاسیک در مرور زمان، یعنی به مرور زمان توکن سازی انجام میشه، که این اتفاق حتما انجام خواهد شد اگر این پروپوزال به صورت کامل اتفاق بیفت. 50% کلا عدد کمی نیستش. و نکته ای که خیلی مهمه، اکثر پروپوزال هایی که دارن انجام میشن هدفشون بر اینه که لونای کلاسیک رو بتونن به سمت بالا هول بدن و پروژه لونای کلاسیک رو دوباره بازسازی کنن که بتونه یه حرکت های مثبتی رو بیاد از خودش نشون بده. و ما خیلی راجع به این موضوع صحبت کردیم. و یه خبر دیگه ای که منتشر شده و خیلی نگرانش بودن، راجع به تر استیشن بودش، که این موضوع رو هم توضیح بدم. کلا همه موضوع ها رو سعی میکنم که برای شما توضیح بدم. این موضوع به این شکله که تر استیشن، خیلی ها میگن که آقا اومده یه دونه اطلاعیه داده و گفته که به زودی لونای کلاسیک تر کلاسیک رو روی اون کیف پول خودش میاد متوقف میکنه، که این کار بچا اتفاق نمیفته. نگران هیچ چیزی نباشید، تر استیشن وست هستش به ترای کلاسیک، یعنی با همدیگه یه ربطی دارن و هر اتفاقی میتونه در آینده بیفته، اینو ما نمیتونیم منکرش بشیم. ولی نکته ای که خیلی مهمه، این خبری شایعی پیش نیستش و این اتفاق فعلا اتفاق نیفتاده و اگر اتفاق بیفته برای شما حتما اعلام میکنم. ولی بهترین کاری که شما میتونید انجام بدید و امترین کیف پولی که برای ما بسیار مهم هستش و کیف پول نرم افزاری که برای ما بسیار مهم هست، به نظر من تراست ولت خواهد بودش، که من شخصا از تراست ولت دارم استفاده میکنم و ترای های کلاسیک خودم رو اونجا نگهداری میکنم و امترین هستش. پس از این موضوع هم نگران نباشید که ترستشن بیاد متوقف کنه، که این اتفاق نمیفته. نگران این موضوع نباشید، که خواستم که راجع به این موضوع هم یه توضیح داده باشم برای شما. حالا پروپوزال های مختلفی داره انجام میشه، بریکینگ نیوز ها، خبرهای بسیار مهمی برای لونای کلاسیک داره اتفاق میفته و کلا هدفشون بر این هستش که لونای کلاسیک رو دوباره به 1 دلار برسونن. و از اون ور استیبل کوین USDC هم که چند تا پیشبینی براش اومده بودش، در سایت‌های مختلف گذاشته شده که تا 2020 فکر کنم 6 یا 5 اینا بتونه به 1 دلار برسه و دوباره اون دامنه محدوده خودش، یعنی استیبل کوین خودش رو دوباره بتونه حفظ کنه، که این کار رو میخواد انجام بده. کلا راجع به استیبل کوین USDC هم برای شما توضیحی رو دادم و گفتم که استیبل کوین USDC هدف 1 دلاری داره و ما میتونیم روی اون یک ریسکی رو کرده باشیم که اگر حالا مثلا از 100% 10
10% هم احتمال بدیم که برسه به 1 دلار، باز هم بهمون سود بسیار خوب رو میتونه برسونه. و به عنوان مثل اینکه مثلا یه خریدی انجام بدیم و بندازیم یه گوشه، به نظر من USDC میتونه مناسب باشه برای ما. حالا خبرهای مهمی برای تری کلاسیک منتشر شده که یکی از اونها برای شما توضیح دادم و برخی از قراردادهای مختلفی که داره برای لونای کلاسیک انجام میشه، بریکینگ نیوز ها، خبرهای بسیار مهمی و یه دونه همکاری هم با CRO داشتن. اینجا هم حالا یه نمودار جالبی رو من دیدم که مربوط بودش به استیکینگ لونای کلاسیک که یه کاهش بسیار زیادی داشته، از رسیده به 12.80% که نمودارش رو داشتم اینجا نگاه می‌کردم، رسیده به اون سقف خودش. یعنی استیکینگ همه یه زمانی اومدن هجوم آوردن به استیک کردن لونای کلاسیک و الان رسیده به یه جایی که خیلی تمایلی برای استیک کردن ندارن اکثر افراد و کل استیکینگی که انجام شده چیزی حدود 880 میلیون تا لونای کلاسیک هستش که تا به این لحظه اومده استیک شده و کلا 13.7% تا به این لحظه از لونای کلاسیک اومده استیک شده از بخش توتال ساپلای، که حالا عدد بسیار خوبی هستش. این نمودارم نشون میده که تمایل زیادی به استیک کردن لونای کلاسیک رو فعلا در حال حاضر ندارن که یه کمی منفی هستش، ولی به هر حال 13% هم عدد کمی نیستش. 880 میلیون تا لونای کلاسیک تا به این لحظه استیک شده، عددش بسیار عدد مناسبی هستش. یه همکاری دیگه هم که حالا خبرش هستش، یه همکاری دیگه هم که دارن انجام میدن با CRO هستش که فکر کنم اینجا توییتش رو من داشتم نگاه میکردم. CRO هم دیگه فکر کنم میشناسید همتون، crypto.com هستش که حالا اسمش رو تغییر داده، که روی بلاک چین خودشون دارن یه همکاری انجام میدن برای بهبود زنجیره ترای کلاسیک. و یه خبر دیگه هم که هستش مربوط به ترا استیشن که متوقف شدن ترا استیشن هستش. این خبر به این شکله که TFL لونای کلاسیک اگر برسه به 40 میلیارد دلار مارکت کپ این اتفاق میفته، یعنی متوقف میشه، که فعلا نرسیده به 40 میلیارد دلار، پس نگرانی خاصی از این بابت در نگهداری مثلا ترای کلاسیک روی ترا استیشن نداشته باشید. ولی بهترین کار که خودم شخصا انجام میدم، برای شما بارها گفتم، امترین کیف پول به نظر من از همه کیف پول ها ترست ولت هستش. به هر حال ترست استیشن هم یک کیف پول نرم افزاری هستش و امنیت های بالای خودش رو داره که همه اینها برای ما بسیار مهم هستش. حالا بریم از لحاظ قیمتی نگاه کنیم. ترای کلاسیک 3017 هستش و ولوم 24 ساعت 91 میلیون دلار، مارکت کپ رسیده به 1 میلیارد دلار. از این ور ترید 1.60 دلار هستش. تریدو هم که یه هر از گاهی میاد یه دونه پامپ میکنه به سمت بالا، دوباره استاه میکنه به سمت پایین. استیبل کوینش هم که رو ولوم 51 میلیون دلار داره نوسان میکنه. کلا دوستان یه نکته جالبی که هستش، با رنگ 115 و اگر تری کلاسیک رو نگاه کنیم با رنگ 42، مارکت کپ USDC بسیار عددش خوبتر هستش از تری کلاسیک، که اینو از لحاظ قیمتی ما میتونیم مشاهده کنیم. و اما برسیم از لحاظ نمودار نگاه کنیم، تحلیلی که برای شما چند روز پیش انجام دادیم و مثل تحلیل‌های گذشته به درستی پیش رفت و تریدرها میتونستن ازشون استفاده کنن، که خودم شخصا یه سود بسیار خوب رو از اون لحظه تونستم کسب کنم که توی تایم فریم 4 ساعته کامل‌تر ما میتونیم این رو ببینیم. که اگر یادتون باشه یه دونه زونی رو برای خودمون رسم کردیم زمانی که قیمتش اینجاها داشت نوسان می‌کرد، گفتیم که آقا ما اصلاح داریم، تا کجا میتونه اصلاح داشته باشه؟ تا این زونی که اینجا هستش، یعنی تا نوک این بخشی که رشد کرده به سمت بالا، منشأ حرکت لونای کلاسیک، یه دفعه فام کرد به سمت بالا، درست از همونجا برگشت و یه دونه برگشت خوبی رو ما از همین جایی که برای شما رسم کردیم ما داشتیم، یه دونه کف سازی کرد و دوباره رشد کرد به سمت بالا که 1% بگیریم چیزی حدود 10% رو تونست بهمون سود برسونه. به هر حال دوستان، تکنیکالی اگر ما تحلیل انجام بدیم میتونیم تحلیل‌های درستی رو داشته باشیم و من سعی می‌کنم که ویدیوهایی که منتشر می‌کنم برای شما تکنیکالی رمزرز لونای کلاسیک رو بررسی می‌کنیم. حتی در برخی از ویدیوها در انتهای ویدیو روی بیت کوین هم تحلیل انجام میدیم که تکنیکالی تایم فریم های 4 ساعته حتما اون بخشا رو با دقت کامل نگاه کنید که بسیار مهم هستش. حالا روندش به کدوم سمت میتونه ادامه دار باشه، یعنی رشد ما خواهیم داشت یا نه؟ اگر اینجا نگاه کنیم داره یه حالت سرشونه مانندی رو تشکیل میده و اگر این اتفاق بیفته ما دیگه باید کم کم از اینجاها بیایم رشد داشته باشیم، یعنی برگرده به سمت بالا و دوباره برگرده عدد 18 یا 19 خودش رو پس بگیره که اولین تارگت میتونه اینجا باشه. در غیر این صورت من یه دونه خطی رو اینجا رسم میکنم، اگر پایین این عدد اومدیم، ما این رو بدونی که پایین اومدن لونای کلاسیک وجود داره که کفش رو هم برای شما میگم. اگر ما زیر عدد، ببین اینجا نگاه کن، زیر عدد 16 و 700 بار دیگه کندلی رو بستیم، یعنی یه کندلی زیر این عدد بسته شد و
کندل ها اومدن زیر این عدد، حتما پوزیشن شورت بگیری و باهاش به سمت 15400 که اولین تارگت برای ما هستش، یه خط صاف اینجا رسم کنم و اینجا برای ما اولین تارگت هستش که اگر زیر این عدد بیاد، در غیر این صورت ما به سمت بالا حرکت خواهیم کرد، یعنی رشد رو خواهیم داشت و این سرشونه ما تکمیل میشه و طبیعتاً شکسته شدن این باعث پامپ به سمت بالا و تارگت های بسیار بالاتری از لونای کلاسیک رو ما میتونیم داشته باشیم. به هر حال دوستان خیلی ها پرسیده بودن که الان مثلا همه موضوعات رو بذاریم کنار، تکنیکالی ما توی تایم فریم 4 ساعته داریم بررسی میکنیم، همه موضوعات رو بذاریم کنار برای هولد بلند مدت آیا اینجا خرید انجام بدیم یا نه، که این سوالی هستش که خیلی از دوستان از من پرسیده بودن. دوستان ببینید، ما از نظر تکنیکال هیچ چیزی رو نمیتونیم بررسی کنیم، روند بازار بیت کوین برای ما بسیار مهمه. من نمودار بیت کوین میخوام باز کنم برای شما که کامل چند تا نکته رو بگم برای شما. بیت کوین الان تو تایم فریم روزانه ما که داریم بررسی میکنیم هنوز نتونسته این عددی که برای خودش هستش رو بشکنه. توی تایم فریم 4 ساعته کامل مشخصه این بالا، یعنی 17300 یا 400 اینا، کندلی بسته نشده. تا زمانی که ما بالای 17400 کندلی رو نبندیم روند بازار صعودی نیستش و اگر کندل ها برگرده بالای 17400 آپدیت تحلیل میذارم برای شما و میگم که چه کاری رو بیاین انجام بدید. لونای کلاسیک هم اون موقع میتونه، یعنی اون زمان اون تایم میتونه رشد بسیار خوب رو به همون داشته باشه، ولی توی تایم فریم روزانه که دارم بررسی میکنم حجم ها رو بچا نگاه کنید. این حجمای لونای کلاسیک جالبش اینجاست، ببین یه زمانی که حجم ها کاهش پیدا میکنه میاد اصلاح میکنه به سمت پایین و یه پامپ دیگر رو تجربه میکنه، یا مثلا اینجا رو نگاه کنیم، حجم ها یه دفعه میاد کاهش پیدا میکنه و بعد یه پامپ دیگر رو تجربه میکنه، یعنی حجم ها میرسن به پایین ترین حد خودشون. الان داره چه اتفاقی میفته؟ اصلاح داریم، خب حجم ها دارن میرسن به پایین ترین حد خودشون که کم کم دارن دیده نمیشن. پس این نشون میده که ما احتمالش هستش که یه روند صعودی بسیار خوب رو به سمت بالا یه دفعه داشته باشیم. پس این برای ما بسیار مهمه. فکر کنم دیگه این موضوع رو متوجه شده باشی که الان برای خرید بلند مدت مناسب هستش یا نه، که کامل برای شما توضیح دادم که این کار رو حتما میتونید انجام بدید. و اما بریم لونای دو رو نگاه کنیم. لونای دو هم که نمودارش جالبه بچه ها، تریدو نمودارش بسیار برای من جالب هستش. دوستانی که تا اینجا اومدن و هنوز لایک نکردن همین الان ویدیو رو پاز کنن، یا حالا دارم حرف میزنم برن این کار انجام بدن، پایین ویدیو بزن روی لایک و اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردی سابسکرایب داشته باشید. نظرتون هم که راجع به اون کانال وی آی پی توضیح دادم، نظرتون رو حتما زیر این ویدیو کامنت کنید و توی تلگرام هم حتما جوین بشید و اگر سوالی داشتی که شخصا خواستی که با من در ارتباط باشید توی اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید و از اونجا به همون دایرکت بدید. خب اگر اینجا رو نگاه کنیم، ترای دو یا لونای دو USDC USD و میبینیم که وضعیتش به چه شکلی هستش. یه نمودار شبیه به بیت کوین داره و هر از گاهی یه پامپای رو تجربه میکنه به سمت بالا، مثلا ریزش یه پامپ به سمت بالا، و کلا نمودارش رو که نگاه کنید الان نمودار رنج مانندی رو داره و کلا به نظر من خیلی سمتش نریم بهتره، و اون دوستانی که خیلی حرفه‌ای دارن کار میکنن بهتره که یه نگاهی بهش داشته باشن، ولی اونایی که خیلی آماتور هستن به نظر من کلا حتی برای خرید کردن لونای دو خیلی به سمتش نری، چون که همینطور مثلا لونای دو رشد کنه از اون ور تری کلاسیک هم رشد میکنه، تفاوت خاصی نداره. و اما استیبل کوینش رو نگاه کنیم، USDC که خبرهاش داره میاد و اگر این پامپو نگاه کنیم به سمت بالا تا 23 اینا داشته، یه پامپ بسیار خوب رو به سمت بالا تجربه کرد. دلیلش چی بود؟ دلیلش خبرها و اهدافی بودش که دوباره منتشر شد، پروپوزالایی که داره انجام میشه و کلا تمرکزشون بر اینه که USDC در تایم مثلا 2 سال 3 سال 4 سال 4 ساله دوباره عدد 1 دلار خودش رو پس بگیره، که به نظر من این عدد رو میتونه در آینده پس بگیره و یه پامپی به سمت بالا تجربه کرد. و نکته‌ای که خیلی مهمه، الان هیجانی نشید برید اینجا بخرید، همون لونای کلاسیک داره تکرار میشه. لونای کلاسیک نمودارش چه اتفاقی افتاد؟ یه پامپ کرد به سمت بالا، دلیلش یه خبر بود. بچه اینجا خیلی مهمه، نکته مهمی رو دارم میگم بهتون، یه رشدی به سمت بالا تجربه کرد. خب تو تایم فریم فکر کنم چند بودش، من اگر نگاه کنم اینجا یه رشدی به سمت بالا تجربه کرد و دوباره همون اومد پس گرفت. و الان استیبل کوینش داره چه اتفاقی میفته؟ یه پامپ به سمت بالا و دوباره همون رو پس خواهد گرفت، که خیلی موضوع مهمی هستش این موضوع. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشه، یه کمی ویدیو طولانی شد ولی به هر حال کامل برای شما توضیح دادم. حتما حمایت کنید، لایک کردن ویدیو فراموش نشه، نظرتون رو حتما زیر این ویدیو کامنت کنید و دمتون گرم که تا اینجا مشاهده کردید. تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار همه دوستان از کانال فست تریدر.